25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان می باشد. این تاریخ با توجه به کشته شدن وحشیانه سه خواهر میرابال، مدافع حقوق زنان و فعالین سیاسی اهل جمهوری دومینیکن انتخاب شده است. خشونت علیه زنان، تجاوز به حقوق بشر، افزایش تبعیض و گسترده شدن نابرابری ها در میان زنان و مردان است. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. حداقل 119 کشور در خصوص خشونت خانگی، 125 کشور در خصوص آزار جنسی و 52 کشور در خصوص تجاوز به همسر قوانینی به اجرا گذاشتند. سازمان بهداشت جهانی خشونت علیه زنان را چنین تعریف کرده است: هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنان می شود. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف می کند: قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر. رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان اعلام کرد طبق آمار کمتر از 35% از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش داده می‌شود. بنابراین آمار مربوط به این حوزه عمدتاً بر تحقیقات دانشگاهی و پروژه‌های مطالعات اجتماعی متکی است و آماری رسمی و در سطح کلان از میزان خشونت خانگی در کشور وجود ندارد. رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده تهران اعلام کرد 66% زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند و همچنین سازمان بهزیستی ایران اعلام می‌دارد 27% زنان 19 تا 49 ساله در ایران مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند. از جمله اعمال خشونت علیه زنان در سطح جهانی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: تجاوز، تنفروشی اجباری، کودک همسری. بنا به آمار رسمی هر سال 180 هزار دختر بچه در ایران مجبور به ازدواج می شوند. بارداری اجباری، ناقص‌سازی جنسی دختران، خرید و فروش زنان و دختران. آسیب‌های وارد شده به زنان به هنگام جنگ‌های داخلی و بین کشوری. اسید پاشی، چندین مورد در ایران در شهرهای اصفهان، تبریز، مشهد و غیره به بهانه بدحجابی مشکلات خانوادگی تاکنون مشاهده شده است. بدرفتاری علیه زنان کارمند و مستخدمین زن، آسیب‌های وارد شده به زنان در زندان و متاسفانه مردسالاری. در یک سال گذشته صدها زن به خاطر شرکت در اعتراضات ضد دولتی دستگیر و در حبس مورد خشونت قرار گرفتند. از ابتدای دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون 10 زن اعدام شدند. از جمله اعمال تبعیض علیه بانوان در جمهوری اسلامی ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود: حقوق و دستمزد کمتر از مردان، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، حجاب اجباری، عدم بهره‌مندی از کلیه ورزش‌ها در اماکن عمومی از جمله دوچرخه سواری، موتور سواری، شنا و امثال آن، عدم برخورداری از حق کار یا خروج از کشور بدون اذن پدر یا همسر، نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، معادل بودن شهادت دو زن در دادگاه با یک مرد، نداشتن حق طلاق و حق سرپرستی فرزند، نداشتن حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و نیز نداشتن حق کار در بسیاری از مشاغل از جمله قاضی، مامور آتش نشانی، گارسون، پیک موتوری و غیره. در هدف پنجم سند 2030 یونسکو به دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران اشاره شده است و به پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا و ریشه‌کنی انواع خشونت علیه زنان و دختران تاکید شده است. امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم
برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی افتخار میکنند به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون. که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت کنیم. لطفا با حجاب زنان علیه زنان نباشید. به همدیگه قوی در کنار هم همه در کنار هم همه در کنار هم. در قانون مدنی ایران زن حق طرف خانه مشترک را ندارد مگر خطر جانی یا شرافتی را با شاهد صالح در دادگاه ثابت کند و ماده 1105 همین قانون ریاست خانواده را از خصایص انحصاری مرد می‌داند. ماده 1108 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که اگر زن از ادای وظایف در برابر شوهر خودداری کند، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. حق تمکین جنسی در فقه اسلامی حق مسلم شوهر بر زن است و زن بدون عذر شرعی نمیتواند مانع نزدیکی شوهر شود. ماده 1114 قانون مدنی مقرر میکند که زن باید در خانه ساکن شود که شوهر تعیین میکند مگر پیشاپیش حق انتخاب مسکن را گرفته باشد. در اصول 2، 20، 21 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت مرد و زن، یکسان بودن حقوق انسانی هر دو و مسئولیت هر یک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کردند. اما حقوق شهروندی زنان نه تنها در قوانین اداری، استخدامی و آموزشی به حاشیه رانده می شود، بلکه در عرصه خانواده نیست که کیان و قانون اصلی آنها نامیده می شود، زیر چتر قانون نیست. ما می توانیم با افزایش آگاهی آموزش خانواده ها به خصوص به پسران، به ویژه در جوامع کمتر توسعه یافته در خصوص برابری جنسیتی، مبارزه با خشونت علیه دختران در مدارس از طریق خانواده ها و گروه های مدافع حقوق بشر، کمک رسانی به جای تحقیر و قضاوت به زنان و دختران قربانی انواع خشونت، استفاده از شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی و آگاهی سازی تجربه های تلخ قربانیان خشونت های جنسی، نسبت به شکستن تابوی خشونت علیه زنان اقدام مؤثر و مفید داشته باشیم.